سلام، امروز بخش 3-2 کتاب رو میگیم. ما در جلسه قبل درباره ایده انعکاس در معادله پخش صحبت کردیم و دیدیم که چطور میشه با استفاده از اون معادله پخش رو روی بازه در واقع از یک طرف نامتناهی در واقع حل کرد. امروز میخوایم این ایده رو برای معادله موج به کار ببریم. معادله موجی که اینجا در معادله یک در واقع مشاهده میکنید، این قسمت خود معادله هست. DE منظور differential equation هست که دامنش همونطوری که میبینید محدود شده به یک نیم خط از صفر تا بی نهایت، و زمان هم همونطور که قبلا دیدیم معادله موج رو میشه در زمان مثبت و منفی هر دو حل کرد، برای این زمان رو هیچ محدودیتی نذاشتیم. خط دوم اینیشیال کاندیشن یا شرط اولیه هست که در واقع داره میگه که شرط اولیه همون یه تابع فی ایکس برای مقدار وی، و خب چون معادله نسبت به تی مرتبه دومه، برای مشتق وی هم ما شرط اولیه نیاز داریم که اونو سایه ایکس فرض کردیم. و نهایتاً شرط مرزی یا باندری کاندیشن هست که اینجا شرط مرزیمون، چون مرزمون فقط یه نقطه است در صفره، شرط مرزی رو صفر فرض کردیم، بنابراین شرط مرزی دیریکله در واقع به نوعی داریم اینجا. بله، ایده مشابه مسئله معادله پخش هست. یادآوری میکنم ما در معادله پخش وقتی شرط مرزی دیریکله داشتیم روی نیم خط، با گسترش فرد تابع کار میکردیم، و وقتی شرط نیومن داشتیم با گسترش زوج تابع. اینجا چون شرط دیریکله داریم، انتظار میره که ما گسترش فرد تابع در واقع برامون کار بکنه. پس میایم چی کار میکنیم؟ میایم هر دو شرط اولیه فی و سای رو که روی صفر و بی نهایت تعریف شدن گسترش فرد میدیم به فی آد و سای آد برای روی کل دامنه منفی بی نهایت تا بی نهایت، و بعد معادله موج رو برای اونا حل میکنیم، نهایتا جواب رو تحدید میکنیم به صفر و بی نهایت. این روند کلی کار هست. خب اول من یه توضیح شهودی بدم و بعد بیایم فرمولاش رو بنویسیم. خب ببینید، ما اینجا در واقع این نیم خط رو در نظر بگیریم از صفر تا بی نهایت. موج ما در نقطه صفر مقدارش قراره که صفر باشه، بنابراین این در واقع تابع موج ما اگر باشه در یک زمان، مثلا فرض کنیم در زمان صفر، شرط اولیه اینو در نظر بگیریم که هست همون فی ایکس. خب یه سرعت اولیه هم این موج ما داره دیگه. اون سرعت اولیه رو من چون از جنس سرعته با یه سری فلش نشون میدم، که مثلا اولش سرعت موج تو نقاط مختلف در واقع به چه صورت هست. میتونه مثلا اینجوری باشه، مثلا بعضی قسمت‌ها سرعت مثبت باشه، بعضی جاها منفی باشه، که معنیش اینه که یه لحظه بعد در واقع این ریسمان ما تو چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. این در واقع VT X و صفر، بزرگی این پیکان‌هایی که کشیدم در واقع VT X و صفر هست که شرط اولیه سرعت میشه. درسته. حالا ایده همونطور که گفتیم گسترش فرد دادای اولیه است. یعنی شما کلن هر دو تابع رو میایید گسترش میدین روی صفر و منفی بی نهایت. خود شرط اولیه رو گسترش فرد میدین، یعنی اینکه قرینه میکنید نسبت به در واقع مبدأ.
خود سرعت اولیه رو هم گسترش فرد میدین، یعنی هر مقداری که اینجا داره در نقطه قرینش مقدارش منفی اون میشه، یعنی اگه فلش رو به پایین بوده فلشی با همون طول رو به بالا ما رسم میکنیم. و الاخر بعد دیگه فراموش میکنیم که صفر یه نقطه مرزیه در واقع معادله ما بود و معادله رو رو کل آر حل میکنیم. پس ما یه معادله جدید داریم که این دفعه دامنش نامحدوده. معادله اولیه رو من اینجا بنویسم. VTT مساوی C2 VXX VX و 0 مساوی FX VT X و 0 مساوی سای X و شرط مرزیمون که V 0 و T مساوی 0 بود. معادله اصلی ماست. ما با ایده انعکاس یا توصیه فرد در واقع به یه همچین معادله‌ای رسوندیم این دستگاه رو. که UTT مساوی C2 UXX این همچنان معادله اصلی ماست و شرط مرزی دیگه نداریم. شرط اولیه فقط داریم که شرط اولیه همون به صورت گسترش های فردی از شرط اولیه مسئله اصلی هست. و گزاره‌ای که مشابه معادله پخش ما اینجا داریم اینه که اگر U جواب این رو چه بذاریم ستاره، این رو بذاریم ستاره ستاره، اگر U جواب در واقع معادله دو ستاره باشد آنگاه U تهدیدش به صفر و بی نهایت، اگر این رو بذاریم V جوابی از ستاره است. خب نحوه اثبات این گزاره هم مشابه قبل از یه نکته‌ای که ایده تقارن در پی دی ها هست استفاده می‌کنیم که اونو من اینجا در قالب یه لم میگم که اگر در واقع اگر یو جواب معادله موج اصلیمون باشه یعنی ستاره ستاره و تابعی در واقع و تابعی فرد باشد، یعنی منظورمون از تابع فرد یعنی به عنوان فرد بودن اینجا یعنی این که یو منفی ایکس و تی مساوی بشه با منفی یو x و t میخوام نه اینو من در واقع این شرط رو اینجا نباید بیارم. اگر یه جوابی از این باشد اون وقت قرینه این تابع اون هم جوابی در واقع از معادله ستاره ستاره میشه باشد آنگاه در واقع مثلا اسمش رو بذاریم یادم نیست جلسه قبل چه نمادی به کار بردیم یو بار شاید به کار بردیم
یو بار ایکس و تی رو اگر تعریف بکنیم منفی یو منفی ایکس و تی، این نیز جواب ستاره ستاره است. خب دلیلش خیلی ساده است، به دلیل اینکه ببینید چون یو جواب ستاره ستاره است تو معادله صدق میکنه. وقتی ما یو رو هم ایکسش رو منفی کنیم هم خودش رو منفی بکنیم، اولا خودش رو که منفی کنیم خب دو طرف معادله منفی میشه، پس مشکلی برای معادله پیش نمیاد. وقتی ایکس رو منفی کنیم تو مشتق نسبت به تی تغییری پیش نمیاد، ولی هر بار که مشتق نسبت به ایکس بگیریم یه منفی میاد بیرون، بنابراین دو تا منفی میاد بیرون و حاصلش مثبت میشه. بنابراین خود یو بار هم توی معادله دیفرانسیلمون صدق میکنه. حالا شرایط اولیه چطور؟ خب شرایط اولیه رو وقتی ما تابع رو قرینه میکنیم به صورت فرد، یعنی اینکه هم ایکس و هم مقدارش رو منفی میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ خب شرط اولیه‌ش هم باید قرینه بشن، اما شرط اولیه خود به خود تابع فردی هستن، یعنی قرینه‌شون خودشون هست. بنابراین خود به خود یو بار هم یو بار ایکس و صفر هم همون فیاد ایکس میشه، یو بار تی ایکس و صفر هم همون سایعاد در واقع ایکس میشه. پس خود به خود در واقع توی معادله صدق میکنه. حالا چطور میتونیم از این لم به این گزاره برسیم؟ اثبات به این صورت هست که در واقع اگر یو جواب ستاره ستاره باشه، خب ببینید این وقتی تهدید بشه به صفر و بی نهایت، خب خود به خود توی معادله که صدق میکنه. شرط اولیه‌اش هم که برقرار هست، میمونه این شرط. خب این شرط چرا برقراره؟ ببینید با توجه به لم ما دو تا جواب برای معادله ستاره ستاره پیدا کردیم، اما از قضایایی که تو بخش قبل ثابت کردیم میدونستیم که این دو تا جواب مساوی هن. خب بنابراین نتیجه‌ای که از این لم میگیریم اینه که یو مساوی یو باره. وقتی یو مساوی یو باره یعنی چی؟ یعنی یو تابع فرده. وقتی یو تابع فرده یعنی اینکه یو صفر و تی مساوی صفره. پس اگر وی رو تعریف کنیم تهدید یو به صفر و بی نهایت، نتیجه میشه که وی صفر و تی مساوی صفره، بنابراین خود به خود شرط سوم هم برقرار میشه و در نتیجه این گزاره اثبات میشه. و این قضیه، این گزاره در واقع خیلی کار ما رو ساده میکنه، میگه برای حل معادله موج روی نیم خط شما کافیه این معادله موج روی کل خط روی آر حل بکنید، که این کار ما در بخش قبل انجام دادیم و در واقع اینو الان بازنویسی میکنیم. خب فرمولی که ما در بخش قبل داشتیم برای حل معادله موج، یادآوری میکنیم، همچین شکلی داشت. میگفت اگر فی شرط اولیه مقدار باشه و سای شرط اولیه سرعت باشه، جواب معادله موج به این شکل در میاد. یه قسمت که جمع یه موج راست رونده و چپ رونده است، یه قسمت هم یه انتگراله از x منهای ct تا x به علاوه ct. خب حالا اینو جایگذاری بکنیم، بعد فی آد و سای آد رو دوباره بر حسب فی و سای بنویسیم. به چه صورتی در میاد؟ خب ببینید، در واقع ما اینجا باید دو تا حالت در نظر بگیریم. خب این محور مختصات رو ما در نظر بگیریم. خب معادله جوابی که داریم برای وی ایکس و تی یک دوم فیاد ایکس به علاوه سی تی فیاد ایکس منهای سی تی به علاوه یک دوم انتگرال از x منهای سی تی تا x به علاوه سی تی از سایعاد در واقع y دی y در واقع. خب این همین معادله هست که اینجا داریم، یک تقسیم بر دو سی اوز میخوام اینجا یک تقسیم بر دو سی بردنیم. خب حالا چند تا حالت میفته رخ میده در مورد x و t. حالت اول وقتیه که x بزرگتر از در واقع سی تی باشه. خب این حالت چرا
خوبه به خاطر اینکه وقتی x بزرگتر از سی تی باشه، x منهای سی تی بزرگتر از صفر میشه و در نتیجه فیاد x منهای سی تی، x منهای سی تی، البته ما چون اجازه دادیم تی منفی هم بتونه باشه، یعنی در زمان بتونیم به سمت عقب هم بریم، چون تی میتونه منفی باشه، اینجا قدر مطلقه در واقع تی من میذارم که بتونیم این نتیجه رو بگیریم که در این صورت x منهای سی تی و x به علاوه سی تی هر دو مثبتن. در نتیجه فیاد x منهای سی تی میشه همون فی x منهای سی تی و فیاد x به علاوه سی تی هم میشه همون فی x به علاوه سی تی و سایه y هم، چون y مقادیری بین x منهای سی تی و x به علاوه سی تی داره، این هم سایه آدش در واقع میشه همون سایه y. پس ما معادله رو میتونیم کاملا بر حسب فی و سایه بنویسیم، معادله در این حالت میشه همون جواب عادی، فی x و t میشه یک دوم اون آدا حذف میشه دیگه، فی آد x به علاوه سی تی، فی آد x منهای سی تی، یک تقسیم بر دو سی x منهای سی تی تا x به علاوه سی تی سای آده در واقع y دی y. این میشه جواب معادله موج برای نقاطی که xشون بیشتر از قدر مطلق سی تیه. تو صفحه مختصات x و t این نقاط متناظر با چه ناحیه‌ای هستن؟ شما اگر خطی با شیب t، با شیب c و شیب منفی c در واقع رسم بکنید، مثلا همچین خطی و شیب منفی سی هم که در واقع میشه یعنی در واقع اینطوری بگم، این خط x مساوی سی تی و x مساوی منفی سی تی رو وقتی که شما رسم بکنید، اینا دو تا خط هم که قرینه هم نسبت به محور x. این برای خط x مساوی سی تی، این هم x مساوی منفی سی تی، و اون نقاطی که این ناحیه حالت اول در واقع رو شامل میشن، میشن اینجا. این در واقع زاویه میشن نقاط حالت اول. نقاط تو این حالت در واقع یادآوری کنیم چجوری به دست میومد u x و t. شما از اینجا این دامنه تأثیرش رو رسم می‌کردین که این دوتا خط بود با شیبای سی و منفی سی، بعد در واقع فی این نقطه و این نقطه مهم می‌شد برای جواب و همچنین سایه نقاط روی این پاره خط، و در واقع این هم می‌شد دامنه تأثیر اون نقطه یو. همونطور که می‌بینین چون اصلا این ناحیه تأثیر ارتباطی با قسمت توسیع یافته یا گسترش یافته شرط اولیه نداره، همون جواب عادی رو ما در این ناحیه داریم. خب پس این از حالت اول که این چیزی هست که اینجا در واقع کتاب هم نوشته. حالت بعدی جایی هست که x بین 0 و سی تی باشه. خب این در واقع میشه نقاط این ناحیه، این دوتا ناحیه در واقع میشن نقاطی که الان بررسی میکنیم، حالت دوم. بنابراین حالت دوم این نقاط میشه. دقت کنید که ما کلا دامنه نهاییمون x های بزرگتر از صفره، بنابراین x های کوچیکتر از صفر اصلا الان برامون مهم نیست. پس حالت دوم رو حالا بررسی کنیم. تو حالت دوم چه اتفاقی میفته؟ در حالت دوم حالتی هست که x بین 0 و c قدر مطلق t باشه. تو این حالت همجوری شهودی اگر نگاه بکنید، شما یه نقطه اینجا داشته باشین، وقتی اون دوتا خط رو رسم میکنین، دامنه تأثیر یه تیکه از قسمت مثبت رو خواهد داشت ولی یه تیکه هم از قسمت منفی رو خواهد داشت که این گسترش فرد قسمت مثبته. حالا وقت فرمولو بنویسیم چی میده؟ در واقع تو این حالت v x و t، تو این حالت مثلا خود این حالت البته میشه گفت دو حالته. بیان یه لحظه برای سادگی فرض کنیم تی هم مثبت باشه،
اگه لازم شد حالت تیر منفی هم جدا بررسی میکنیم، یعنی ما بالای محور ایکس هستیم. تو این حالت ایکس کوچکتر از سی تی و بزرگتر از صفره و در نتیجه تو این حالت ایکس منهای سی تی منفیه ولی ایکس به علاوه سی تی مثبته. پس وی ایکس و تی رو وقتی بنویسیم این ایکس برای سی تی خود فی میشه، میشه یه دوم فی ایکس به علاوه سی تی. این چون ایکس منهای سی تی منفیه، فی آدش چی تعریف میشه؟ میشه فی منفیش، منفی فی منفیش. بنابراین اینجا در واقع میشه منهای فی سی تی منهای ایکس. به علاوه حالا ادامهش هم یک تقسیم بر دو سی، این انتگرال چی میشه؟ این انتگرال رو هم شما باید دو تیکه بکنید. یه دونه انتگرال از ایکس منهای سی تی تا صفر، یه دونه هم انتگرال از صفر تا ایکس به علاوه سی تی. حالا انتگرال از ایکس منهای سی تی تا صفر چه اتفاقی براش میفته؟ این انتگرال میشه شما در تغییر متغیر، این در واقع سای آده دیگه، شما تغییر متغیر منفی وای به منفی وای رو وقتی اعمال بکنید سای آده وای میشه منفی سای منفی وای. بنابراین این انتگرال میشه منفی انتگرال در واقع سای وای دی وای از صفر تا سی تی منهای ایکس. پس تغییر متغیر داریم. حالا این انتگرال هم خودش از صفر تا ایکس و علاوه سی تی رو داره دیگه، بنابراین یه تیکه مشترکی ندارم، قسمت صفر تا سی تی منهای ایکس تو این انتگرال هست و اینم با علامت منفی هست. حاصل این دوتا انتگرال کلا نهایتا میشه این، یعنی کل در واقع این عبارت کل این مساوی میشه با انتگرال از سی تی منهای ایکس تا ایکس به علاوه سی تی سای آد وای دی وای. یک تقسیم بر دو سی هم که پشترش داشتیم. بنابراین حالا اگه بخوام جواب کامل بنویسیم، جواب معادله مش توی این ناحیه در واقع همچین چیزی میشه. خب البته این قسمت مربوط به حالتی بود که تی بزرگتر از صفر باشه. حالت تی کوچکتر از صفر رو بذارونم جدا بررسی کنیم. وقتی کوچیک‌تر از صفر باشه همینجا شاید بتونیم بگیم چی میشه. وقتی کوچیک‌تر از صفر باشه وقتی که خب خیلی خوب، این پس بذار ما حالت رو نمیم چرا کتاب جدا بررسی نکرده، بذار ما این حالت رو جدا بررسی کنیم. خب پس حالت دوم اون ناحیه شد. حالت سوم در واقع میشه این ناحیه، حالت سوم که میشه ناحیه‌ای که تی منفیه و اینجا در واقع تی منفیه ایکس هم کجاست؟ سی قدر مطلق تیه. بنابراین در این حالت ایکس منهای سی تی این دفعه مثبت میشه چون سی تی منفی منهای منفی مثبت میشه و ایکس به علاوه سی تی منفی میشه و تنها اتفاقی که میفته این علامت منفی اینجا میاد، این مثبت اینجا میاد. این انتگرال رو وقتی مینویسیم یه دونه منفی ایکس این دفعه باید انتگرال رو یه بار از در واقع اتفاقی که میفته اینجا، خب ببینید اینجا خود به خود چون حد پایین انتگرال کمتر از حد بالاه ایکس منهای سی تی تا ایکس برابر سی تی، وقتی جهتش رو برعکس بکنیم یه منفی میشه، بنابراین کلا یه منفی پشت این میاد، انتگرال میشه از ایکس به علاوه سی تی تا ایکس منهای سی تی. بعد از ایکس به علاوه سی تی تا صفر رو باید یه انتگرال بگیریم، از صفر تا ایکس منهای سی تی رو یه انتگرال چون ایکس برای سی تی این دفعه منفیه. بعد دوباره قسمت صفر تا ایکس برای سی تی ساده میشه و در نتیجه این قسمت در واقع میشه سی تی به علاوه ایکس منفیش، منفی با اون ساده میشه، انتگرال میشه از سی تی به علاوه ایکس تا ایکس منهای سی تی این دفعه. یعنی از
منطقه میشه از خب آها حالا وقتی منفی میکنیم اینم باید منفی بشه دیگه، که منفیش میشه منفی، اینو رو پاک کنم، میشه در واقع منفی x منهای سی تی تا x منهای سی تی. دقت کنید هر دو اینا دیگه مثبتن، هم منفی x منهای سی تی و هم x منهای سی تی مثبتن، بنابراین همچین انتگرالی میشه. و اینجا چه بلایی سرش میاد؟ در واقع این فی هم اینجا بخوام درست کنیم، x به علاوه سی تی منفی میشه، آره این هم میشه منفی x منهای سی تی، سی تی منهای ایکس هم که همچنان مثبته و خودش در واقع میشه همون ایکس منهای سی تی باقی میمونه. پس اینجا هم این رو درست کنیم تو جواب نهاییمونم، در واقع میشه منفی فی منفی ایکس منهای سی تی به علاوه فی ایکس منهای سی تی. این هم پس در واقع میشه حالت سوم. پس در واقع در هر سه حالت ما جواب رو نوشتیم. شاید دلیلی که کتاب حالت سوم رو جدا نکرده نمیدونم واقعا، البته باید واقعا اینو میگفت جدا بررسی میکرد، شاید چون مشابه بوده نگفت. خب اینجا هم یه شکل خیلی خوبی کتاب کشیده برای توضیح این موضوع. ببینید الان این ایکسی که کتاب رسم کرده توی ناحیه دومه، چرا؟ چون اون خطوط دامنه تأثیر با محور تی تقاطع کرده. در حالت عادی وقتی معادله عادی ما حل می‌کردیم از اینجا تا اینجا میشد دامنه تأثیر و ما فی این دو نقطه رو در واقع استفاده می‌کردیم و همچنین انتگرال سای رو کل این. الان با این توصیه فردی که داریم اگه به فرمول نگاه بکنید، به فرمول این حالت نگاه بکنید، ما سی تی به علاوه ایکس داریم و سی تی منهای ایکس به جای ایکس منهای سی تی. ایکس منهای سی تی این نقطه است، ولی سی تی منهای ایکس این نقطه است. این نقطه که سی تی منهای ایکس قرینه ایکس منهای سی تی نسبت به محور تیه، خب؟ و در واقع داره میگه که جواب تابع مشت تو این نقطه، مقدار تابع مشت تو این نقطه به مقدار اولیه توی این نقطه و این نقطه بستگی داره. این نقطه مورد انتظار بود، ولی این نقطه در واقع چجوری به دست اومده؟ قرینه اینه، یعنی قرینه این نسبت به محور تی شده نقطه‌ای که اینجا داریم. و نسبت به شرط اولیه سرعت چی؟ شرط اولیه سرعت که سای باشه از سی تی منهای ایکس تا سی تی به علاوه ایکس، یعنی از رو کل این بازه میشه دامنه تاثیر. یعنی یه جوری دامنه تاثیر به جای اینکه کل این مثلث باشه، این شکل، این در واقع شکل ناقصی شده، این مثلث ناقصی شده که اینجا داریم. یه تیکه آخر مثلث که قرینه این مثلث کوچیک هست ازش جدا شده از این دامنه تاثیر و این ناحیه در واقع میشه دامنه تاثیر این نقطه x و t در این حالت. بله اینم یک در واقع تصوری که میشه نسبت به این موضوع داشت. یه دید شهودی دیگه هم که میخوام اینجا بگم اینه که ببینید اینجوری تصور کنید، انگار وقتی میخواین شما مقدار در واقع تاب مشت روی نقطه رو پیدا بکنین، دو تا شعاع نور مثلا میتابونید تا اینا بخورن به شرط اولیه، انگار که چون شرط مرزی دیریکله داریم که یعنی این نقطه منعکس کننده است، انگار این شعاع وقتی برخورد میکنه به x مساوی 0 منعکس میشه. حالا این تصور شهودی رو داشته باشین، فقط بعضی وقتا به درد میخوره. خب پس این در واقع دامنه تاثیر و دامنه وابستگی x و t رو هم که گفتیم. خب بخش بعدی میخوایم در واقع معادله مجری بازه متناهی رو بگیم. اینجا ایده انعکاس باز دوباره به شکل جالبی استفاده میشه. خب مسئله معادله مجری بازه متناهی در واقع به این صورت هست که میبینیم اینجا ما معادله دیفرانسیلمون همون معادله موجه، شرط اولیه‌مون همچنان دو تا شرط اولیه است، ولی شرط مرزیمون هم دیگه دو تا شده. چرا؟ چون دامنه‌مون در واقع هست بازه 0 تا L، پس یه مرزمون 0 یه مرزمون L هست، بنابراین این در واقع میشه معادله شرط مرزی ما. و خیلی جالبه که همچنان ایده انعکاس همون ایده گسترش فرد تابع
اینجا هم کار میکنه به این صورت که این دفعه ما باید از هر دو سر مرز بیایم و جواب رو گسترش بدیم. ببین من یه شکل بکشم و بعد این ایده رو توضیح بدیم. من محور اعداد رو کامل میکشم، اینجا هم فرض کنید صفر و این هم ال باشه. یه تابع، یه مثلا تابع موجی به ما داده شده، فرض کنید این شکلی. مثلا ما توی نیمخط وقتی بودیم می اومدیم در صفر اینو به صورت فرد گسترش میدادیم، مثلا هم چیزی می شود و بعد معادله موج رو اون حل می کردیم. اینجا وقتی اینو به صورت فرد گسترش بدیم، تازه بازه دامنه تابه میشه منفی ال تا ال. خب حالا اگه همین کارو تو ال هم انجام بدیم، یعنی بیاییم تو ال هم به صورت فرد اینو گسترش بدیم، مثلا همچین چیزی بشه که تا دو ال در واقع تابع ما دامنش گسترش پیدا بکنه. و همینطور در منفی ال دوباره بیایم همینو گسترش بدیم تا منفی دو ال و این فرایند رو ادامه بدیم. در واقع این رو همینطور ادامه بدیم، 2L، 3L، 4L، 5L و الاخر. از این طرف هم همینطور در واقع این رو میتونیم ادامه بدیم و الاخر. تا به یه تابع گسترش یافته‌ای برسیم که دیگه رو کل منفی بی‌نهایت تا بی‌نهایت تعریف شده. با همون استدلالی که در مورد گسترش فرد داشتیم میشه ثابت کرد که تابعی که به این صورت ساخته میشه، وقتی شما با این شرط اولیه حل بکنید معادله موجو، جوابی که به دست میاد در همه لحظات این حالت تقارنی رو داره. وقتی این حالت تقارنی رو داشته باشه، در واقع میتونید تهدیدش بکنید به بازه 0 تا L و به یه جوابی از معادله رو بازه محدود برسید. این اکستنشن رو کتاب اینجا به طور کامل توضیح داده. اکستنشن یا توصیه فرد در واقع نسبت به هر دو انتهای بازه به این صورت انجام میشه که یه فی پیدا میخوایم بکنیم که اولا نسبت به x منفی باشه، نسبت به x در واقع فرد باشه، نسبت به نقطه صفر فرد باشه، نسبت به نقطه ال هم فرد باشه. وقتی میگیم نسبت به نقطه صفر فرد باشه، یعنی اگر x رو کردیم منفی x، مقدار فی هم منفی بشه. وقتی میگیم نسبت به نقطه L منفی باشه یعنی چی؟ نسبت به L فرد باشه، یعنی که این اگر نقطه L ما باشه، یعنی اگر اینجا شما X داری، قرینه این نسبت به L مثلا میشه این نقطه. این نقطه مختصاتش چیه؟ راحت میتونیم بنویسیم ببینیم که 2L منهای X میشه مختصات قرینه X نسبت به L. این نقطه هم باید Fش منفی اون باشه، یعنی اگر این اینجوریه این باید اینجوری باشه، اینجا هرچی هست اینجا باید منفی اون باشه. پس به این رابطه میرسیم که فی 2L منهای X باید بشه منفی فی X. این رابطه در کنار این رابطه که فی منفی X هم باید بشه منفی فی X، اون گسترش ما رو کل R در واقع مشخص میکنه. اینجا به جای فی آد از فی اکس، یعنی اکستنشن فی در واقع استفاده میکنه یا گسترش فی، که میشه اینجوری به صورت صریح و چند ضابطه ای تعریفش کرد. میگه که شما یه اکس فی دارین رو بازه 0 تا ال داده شده. اول بیایید رو بازه منفی ال تا ال گسترشش بدین. این بازه 0 تا ال. میگه اول بیاییم به صورت فرد گسترش بدین روی منفی ال تا ال، به این صورت که روی خود صفر تا ال که فیه، روی منفی ال تا صفر منفی فیه منفی ایکسه. پس مثلا اگر این بوده تابعتون میشه این. بعدش بیاییم چیکار کنین؟ کل این رو به صورت تناوبی با مضاربه در واقع دو ال گسترش بدین، انتقال بدین.
یعنی حالا منفی ال تا ال رو بیارید روی ال تا 3L که اینجا وسطش میشه 2L. کل این رو در واقع کپی کنید بیارید جلو، یعنی یه کپی از این رو اینجا قرار بدین و همینطور از اینجا به بعد 2L در واقع گسترش بدین، مثلا منفی 3L تا منفی L دوباره به صورت قرین، به صورت انتقال یافته اینو بیاین قرار بدین. پس با مضارب 2L در واقع از هر دو طرف اینو میایم به صورت تناوبی گسترش میدیم. یه نکته که باید دقت کنید اینه که تابع گسترش یافته که به این صورت به دست میاد یه تابع متناوبه، یک تابع متناوبه با دور تناوب در واقع 2L. دقت کنید دور تناوب این L نیست، اگه ما اینو به اندازه L انتقال بدیم با خودش یکی نمیشه، به دلیل اینکه ما توی صفر تا منفی L به صورت فرد گسترشش دادیم، اما چون یه بار تو صفر قرینش کردیم یه بار هم تو منفی L قرینش کردیم، این چیزی که تو این تیکه به دست اومده دقیقا انتقال یافته این قسمت صفر تا L میشه، پس واقعا دور تناوبش 2L. پس میتونیم فی x رو به این صورت تعریف بکنیم، روی صفر تا L که فی روی منفی تا صفر هم قرینه شه و بعد با دور تناوب 2L در واقع گسترش پیدا میکنه. خیلی خب، حالا اینجا یه مثال در واقع ناپیوسته از اکستنشن رو آورده. خب حالا نکته جالب این هست که همچنان مشابه قبل کاملا همون حرفای قبل رو داریم. مشابه قبل جواب این معادله رو اگر بگیریم، معادله موج نامحدود با شرط اولیه فی اکستنشن و سایه اکستنده، در واقع سایه اکستند شده، این در واقع معادله دو ستاره است. هدف اصلیمون یه معادله ستاره بود که چی بود؟ معادله وی، در واقع معادله موج بود. شرط اولیه‌مون فی و سای بود و شرط مرزیمون صفر بود. جواب این معادله وقتی به بازه صفر و ال تهدید شود جواب ستاره خواهد بود. بنابراین با این ایده گسترش تناوبی و فرد به صورت همزمان، ما دوباره مسئله معادله موج روی بازه محدود رو تبدیل کردیم به معادله موج روی کل R و معادله موج روی کل R در واقع حلش بلدیم، اون فرمول رو می‌نویسیم. در واقع این دفعه فرمول همین خواهد بود که می‌بینید، این همون فرمول معادله موجی که تو بخش قبل داشتیم، فقط به جای فی و سای، فی اکستند شده و سای اکستند شده رو قرار دادیم. حالا تحلیل این معادله کمی پیچیده‌تر از حالت در واقع نیم خط میشه. این شکل به خوبی اینو توضیح میده، کمی فقط اینجا باید دقت بکنید. ببینید، فرض کن ما الان این بازه صفر و ال اصلیمون هست ببینید این بازه صفر و ال دامنه ایکس معادل است. یه نقطه x و t در نظر گرفتیم، اینم که محور t محور عمودی، یه نقطه x و t در نظر گرفتیم، میخوایم ببینیم موج در اون لحظه مقدارش چقدره، یعنی v x و t رو میخوایم به دست بیاریم. حالا یه لحظه دامنه صفر رو فراموش کنیم بریم رو دامنه r، جواب چجوری به دست میاد؟ این در واقع domain of dependence نقطه x و t، دامنه تاثیرپذیری x و t رو در واقع، دامنه وابستگی x و t رو در نظر میگیریم از نقطه x منهای ct تا نقطه x به علاوه ct. یه دوم فی این به علاوه فی این به علاوه یک تقسیم بر دو سی انتگرال سای روی این بازه باید به دست بیاد. حالا
کاش من تونستم روی این در واقع علامت گذاری بکنم. اشکال نداره، خودمون میتونیم شکلشو بکشیم مشابه این. فکر میکنم بهتر این کارو بکنم من. خب ببین الان توی این شکل اگر هیچ کدوم از دوتا مرز صفر و ال نبود، ما گفتیم که خب چه شکلی میشد در واقع این مثلث تعیین کننده در واقع مقدار وی تو نقطه x و t بود، درسته؟ و ضلع پایینی این مثلث. حالا مرز صفر رو بیایم لحاظ بکنیم چه اتفاقی میفته؟ وقتی مرز صفر رو لحاظ میکنیم، همونطور که توی حالت نیم خط دیدیم، این ضلع سمت چپ مثلث از اینجا به بعدش قرینه میشه و این در واقع این شکل میشه تعیین کننده مقدار V در نقطه X. خب حالا منتها نکتهش اینه که بازم ادامه اضلاع این شکل خارج از دومین ما، الان دومین مثلمون، دامنه مثلمون این بازه صفر تا T دیگه، که اینجوری در واقع بخوایم نشون بدیم این محور در واقع x مساوی 0 و x مساوی l، اینا مرزهای ناحیه ما هستن. الان این قسمت‌های جواب بیرون از مرزه، پس باید چیکار کنیم؟ پس دوباره باید اونا رو قرینه بکنیم از نقطه برخوردشون، یعنی اینکه این قسمت از اینجا به بعد جواب نسبت به x مساوی l میاد قرینه میشه، میشه همچین چیزی. اینجا نقطه های برخورد هم کتاب مشخص کرده دقیقا. حالا همچنان یه قسمت هایی بیرون از دامنه اصلیه، با توجه به نحوه توسیع ما که توسیع قرینه بود، این قسمت ها هم ما میتونیم قرینه شون رو در واقع بذاریم به جای خودشون، یعنی این قسمت میاد جایگزینه این میشه و این قسمت هم میاد جایگزین این میشه و نهایتاً این قسمت کوچیک هم قرینه میشه میاد اینور. خب جمع‌بندی این حرفایی میشه که اون دامنه تأثیری که ما دنبالش هستیم، اولاً جواب نهایی به فی تو این دوتا نقطه بستگی داره، فی ایکس منهای سی تی به علاوه دوئل و 4L منهای X منهای CT، بنابراین این دوتا میشه و همچنین انتگرال سای روی این قسمت، یعنی دامنه تأثیر این نقطه X و T این دفعه در واقع همچین ناحیه‌ای میشه. و اون قسمتی از شرط اولیه که داره ازش تأثیر میپذیره این پاره خطه. این از نظر فیزیکی کاملا قابل انتظار هست برای ما، به دلیل اینکه ما در واقع قبلا هم گفتیم شرط مرزی دیریکله من سایز صفحه رو برگردونم. خب یه ریسمان بسته شده روی یک بازه به طول L رو در نظر بگیرید. فرض کنید یه وضعیت اولیه مثلا کشیده این ریسمان رو قرار میدیم، مثلا همچین وضعیتی، و بعد ریسمان رو رها میکنیم. خب این ریسمان نوساناتی میکنه در طول این بازه و در تمام مدت در واقع این دو سر بازه که صفر و L هست روی صفر باقی میمونه. تو این وضعیت ما خیلی اون ویژگی
در واقع تجزیه موج به یک موج راست رونده و چپ رونده رو نمیبینیم. ما یادمون هست در معادله موج روی دامنه نامتناهی که وقتی مثلا موج اولیه همچین وضعیتی داشت، این موج تجزیه میشد به دو تا موج مساوی که یکی به سمت راست میرفت و یکی به سمت چپ، و بعد از یه مدت شما همچین اتفاقی رو مشاهده میکردین که این دو تا موج از هم تفکیک شدن و با سرعت c یکی به راست و یکی به چپ در واقع داره حرکت میکنه. برای اینکه اینو توی در واقع این حالت ببینیم، میتونیم یه همچین وضعیتی رو تصور کنید. فرض کنید که در واقع روی بازه 0 تا L یه همچین موجی داریم. اینجا ها صفره. یه همچین وضعیت اولیه‌ای داریم. خب ببینیم با گذر زمان چجوری این تحول میکنه و اینجا هم 0 تا L. خب ببینید چه اتفاقی برای این موج میفته. این موج تا مدتی هنوز متوجه محدود بودن این دو سر بازه نمیشه، چون همونطوری گفتیم معادله موج خاصیت سرعت انتشار متناهی داره. بنابراین تا مدتی جوری رفتار میکنه که این ریسمان انگار تا بی نهایت ادامه داره. پس طبق حالت عادی این تجزیه میشه به دو تا موج، یکی به سمت راست یکی به سمت چپ. این داستان ادامه داره تا زمانی که اون دو تا موج میرسن به در واقع دو سر بازه. مثلا فرض کنید اگر موج اولی همون وسط بوده باشه، اینا همزمان میرسن به دو سر بازه. این داشته اینوری حرکت میکرده، اینوری حرکت میکرده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا یکم تحلیلش پیچیده است که چه اتفاقی میفته، ولی با ایده گسترش فرد ما میتونیم بگیم چه اتفاقی میفته. در واقع ما اینجا اگر این تابلو گسترش فرد بدیم، یه موج قرینه این زیر داریم. این موج داره اینوری حرکت میکنه، این موج هم داره اینوری حرکت میکنه. به خاطر خاصیت برهمنهی یا سوپرپوزیشن این دوتا موج با هم جمع میشن. حالا یک لحظه با هم فکر کنیم که وقتی این دوتا موج با هم جمع بشن چه اتفاق میفته. خب اینجا یکم زوم کنیم. اینجا زوم کنیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. خب اینجا ما همچین وضعیتی داریم. این صفره. یه موج اینوری داریم، یه موج قرینه داریم، این داره اینوری حرکت میکنه، این داره اینوری حرکت میکنه. یه لحظه بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. یه لحظه بعد قبل از اینکه اینا رو با هم برهم در واقع نهی بکنیم، اینا رو فقط اگر کنار هم رسم بکنیم، یکی از موجه این خواهد بود، یکی از موجه هم این خواهد بود. حالا وقتی این دوتا موج با هم دوتا تابع با هم جمع بکنیم، با توجه به اینکه اینجا صفر هست، مقدار این موج جمع شده چی میشه؟ ببینید توی صفر که این دوتا قرینه هم هم برای مقدار میشه صفر. من موج برایند این دوتا موج رو با این رنگ سبز نشون میدم. اینجا صفر مقدار، چون این دوتا قرینه هم هم. وقتی به سمت راست حرکت میکنیم، هر دوتا موج در حال افزایش هم، بنابراین جمعشون با شیب دو برابر افزایش پیدا میکنه. تا وقتی که مثلا برسیم به اینجا، به بالای این نقطه. بعد با شیب نصف افزایش پیدا میکنه تا برسیم به بالای این. و بعدش دیگه کاهش پیدا میکنه. این طرف هم همینطور. این طرف هم با شیب دو برابر در سمت منفی افزایش پیدا میکنه تا بالا سر این نقطه. بعد با شیب نصف تا بالا سر این نقطه. و بعدش هم این که دیگه صفره، این هم که این طرفیه در واقع کاهش پیدا میکنه، این شکل میشه. یعنی وقتی این دوتا موج دارن میرن توی همدیگه، اون چیزی که ما میبینیم به عنوان برایند اینه که همچنان موج انتهاش اینجا چسبیده صفره و اینا هرچی بیشتر میرن تو هم، این قسمت در واقع جمع‌تر میشه. یعنی لحظاتی اگر بگذره، حالا با رنگ قرمز لحظه بعدی رو بخوایم نشون بدیم، یه همچین وضعیتی احتمالاً خواهد داشت. موج اینجا با همین شیب میره بالا تا یه جایی، بعد با شیب دو برابر کم میشه و وقتی زمان بگذره این کوچیکتر و کوچیکتر خواهد شد تا از یه جایی بعد چه اتفاق میفته؟ این موجی که داشته اینوری حرکت میکرده میرسه اینجاها، اون موجی هم که اونوری حرکت میکرده میرسه اینجا. بعد از این طرف اون موج دیگه در واقع دوباره سر برمیاره. یعنی شما همچین چیزی خواهید دید.
و این زمان وقتی میگذره یه همچین اتفاقی خواهد افتاد، تا اینکه بعد از یه مدتی که این دوتا موج اولیه از هم کاملا جدا بشن، شما دوتا موج خواهید دید. این دفعه در واقع این موج آبی این پایین برای خودش اینوری حرکت میکنه و اون موجی که چپ رونده بود این بالا برای خودش اینوری حرکت میکنه. حالا ما کلن قرار بود محدود بشیم به بازی صفر تا ال دیگه. حالا اگر کلن تو بازی صفر تا ال بودیم چی میدیدیم؟ ما میدیدیم که یه موج میره تو نقطه صفر و انگار قرینه اون موج از اون نقطه میاد بیرون. یعنی چی؟ یعنی وقتی اون موج کوچیک میرسه به مرز که نقطه صفر باشه، اینجا تا یه مدتی اتفاقاتی میفته، این موج مثلا این شکلی میشه، این شکلی میشه، بعدش ما ببینیم که یه موجی از این زیر داره در واقع شکل میگیره و این موج بعدش شروع میکنه به حرکت به سمت راست. بنابراین ما اینجا دو تا پدیده میبینیم، یکی همون پدیده انتشار موج به سمت چپ و راست هست و یه پدیده دیگه انعکاس موج در نقاط مرزیه. یعنی وقتی که این دوتا موج کوچیک به این سمت حرکت میکنن به سمت مرزها، وقتی میخورن به مرز انگار بر میگردن. بعد از مدتی شما دوتا موج دارین که این اینوری داره حرکت میکنه و این اینوری. بعد وقتی میرسن رو هم دیگه اون موج اولیه رو بازسازی میکنن ولی باز دوباره از هم رد میشن و این فرایند در واقع ادامه پیدا میکنه. این انعکاس‌های موج توی مرز از نظر فرم جواب خودشو داره به شکل این انعکاس‌های ناحیه وابستگی در واقع داره نشون میده خودشو. این یک نکته. نکته دیگه این که خب اگه بخوام به صورت تحلیلی ما جوابی بنویسیم، ما در حالت مرز نیم خط یه فرمول دو ضابطه یا سه ضابطه ای در واقع داشتیم دیگه. سه تا حالت کردیم، تو هر حالت v x و t رو بر حسب جواب نوشتیم. در حالت بازه متناهی میشه این کار رو کرد ولی تعداد ضابطه ها نامحدوده، یعنی بی نهایت ضابطه ای میشه تابعتون. الان با هم ببینیم که چرا این اتفاق میفته. ببینید جواب در این حالت، خب دیدیم که همچین فرمی داره دیگه، یه دوم فی x به علاوه سی تی به علاوه فی اکستند شده، فی اکستند شده x منهای سی تی. خب بیا برای سادگی حالت خاصی رو در نظر بگیریم که سای صفره، در نتیجه اون قسمت انتگرال سای رو ما دیگه نخواهیم داشت، یک تقسیم بر دو سی. این قسمت رو برای سادگی ما نخواهیم داشت، فقط همین رو داریم. حالا بیایم جواب رو در این حالت بررسی کنیم ببینیم چی میشه. ببین ضابطه برنامه هدفمون الان چیه؟ هدف نوشتن یک تابع چند ضابطه ای بر حسب فی اصلی نه فی اکستند شده. برای چی؟ برای وی. خب خود شکل ناحیه میتونه به ما کمک بکنه. ببین ساده ترین حالت وقتی این بازه صفر تا ال باشه، ساده ترین حالت وقتیه که شما اگر اینا خطوط با شیب سی و منفی سی باشه، ساده ترین حالت وقتیه که x و t شما تو این ناحیه باشه. وقتی شما تو این ناحیه باشین، این متناظر با چه حالتی هست؟ این متناظر با حالتی هست که در واقع x بین، یا اینطوری بگیم x منهای سی تی از صفر بزرگتر باشه و x به علاوه سی تی از ال کوچیکتر باشه. یعنی این مربوط به وقتی هست که من اینجا فرم جواب رو این شکلی بنویسیم. حالت اول وقتی هست که x در واقع بین منفی سی تی و المنت های سی تی باشه. توی این حالت ما چه وضعیتی داریم؟ توی این حالت یا نه در واقع اینجا x بزرگتر از سی تی حتی باید باشه. آره توی این حالت x به علاوه سی تی
خب اینجا فرض کنیم تی هم مثبته برای سادگی، ایکس به علاوه سی تی خب از ال کمتره، از صفر هم بیشتره، ایکس منهای سی تی هم از صفر بیشتره، بنابراین هر دو اینا توی بازه صفر تا ال هستن و در نتیجه این فی اکستنشن تبدیل به فی عادی میشه، فی ایکس به علاوه سی تی فی ایکس منهای سی تی. خب یعنی این که مثلا نقطه شما اینجاست، خب این هم میشه x منهای ct، این هم میشه x به علاوه ct و جواب بر حسب فی این دوتا به دست میاد. خب حالا اگر نقطه ما مثلا اینجا باشه، وقتی نقطه شما اینجا باشه، وقتی این دوتا خط رو میکشین یکیش تو صفر و ال برخورد میکنه، یکیش از ال میزنه بیرون. خب یعنی x منهای ct شما اوکیه ولی x برای ct از l بیشتره. این مربوط به چه حالتی میشه؟ این مربوط به حالتیه که در واقع x منهای ct از صفر بیشتره، یعنی همچنان x از ct بیشتره ولی در واقع از x به علاوه ct از l بیشتر شده، یعنی x از ct بیشتره و x از در واقع المن های سی تی هم بیشتر شده. خب وقتی توی این قسمت باشه ایکس شما، در اون صورت این ایکس به علاوه سی تی افتاده خارج از دامنه فی، پس طبق تعریفش ما باید چیکار کنیم؟ قرینش بکنیم طبق نحوه تعریف فی اکستندد که به جاش دو المن های x به علاوه ct بزنیم. بنابراین این دفعه این میشه این فی x من های ct سر جاشه، فقط این میشه دو المن های x به علاوه ct به علاوه فی x من های ct. فقط دقت کنیم که این x به علاوه ct نباید اونقدر بیشتر باشه که وقتی قرینش میکنیم از صفر کمتر بشه، یعنی دو المن های x به علاوه ct نباید از صفر بیشتر باشه. خلاصش اینه که x به علاوه ct نباید از 2l بیشتر باشه، پس x باید از 2l منهای ct کمتر باشه. اینم پس یه ضابطه در این حالت. این مربوط به این ناحیه میشه، این ناحیه در واقع این بذارید ناحیه رو شماره گذاری کنیم، این ناحیه ضابطه 1 بود، این ناحیه ضابطه 2ه، این ناحیه چی؟ این ناحیه اسمش رو بذاریم 3. ضابطش به چه صورت هست؟ اینا نقاطی هستن که وقتی شما اینو رسم بکنید x به علاوه ct تو دامنه میفته ولی x منهای ct بیرون میفته، اما x منهای ct رو اگر یه بار قرینه کنی داخل دامنه میفته، بنابراین اینا متناظر با چیزایی هستن که x به علاوه ct بین 0 و ال، یعنی اینکه x از المن های سی تی کمتره ولی ایکس المن های سی تی از صفر کمتره، یعنی ایکس از سی تی هم کمتره، ولی در این حال ایکس درست از سی تی کمتره ولی از صفر بیشتره. خب این ناحیه شما ایکس المن های سی تی تون رو باید قرینه کنین نسبت به صفر که میشه سی تی المن های ایکس، بنابراین توی این فرمول x من های ct تبدیل میشه به ct من های x، پس این میشه یک دومه فی x به علاوه ct که اوکیه، x من های ct میشه ct من های x. این هم پس شد ناحیه 3. ناحیه بعدی چیه؟ ناحیه بعدی اینجا یکم جا نیاز داریم، اینا ناحیه بعدی اینجاست، مثلا نقطه اینجا. نقاط اینجا این خاصیت دارن که وقتی شما این دوتا خط رو میکشین هر دوتا میفته بیرون دامنه، ولی هر کدومو یه بار فقط باید قرینه بکنید. خب اینا متناظر با کل ناحیه رو اگه بخوایم بکشیم اینا همچین قسمتی میشن. اینا در واقع البته باید یکم قرینه تر میشد اینجا، عذر میخوام، این در واقع همچین ناحیه میشه. برای این میشه ناحیه 4 که اگه بخوایم ضابطش رو بنویسیم این ناحیه رو، در واقع اینا میشن نقاطی که x به علاوه سی تی از ال بیشتره ولی از در واقع دو ال کمتره، یعنی ایکس به علاوه سی تی بین ال و دو ال.
ایکس منهای سی تی هم از صفر کمتره ولی از منفی ال بیشتره، یعنی ایکس منهای سی تی هم از صفر کمتره از منفی ال بیشتره. که حالا اینو میتونستیم مثلا به این شکل بنویسیم ایکس کمتر از دو ال منهای سی تی بیشتر از ال منهای سی تی. اینجا رو هم بنویسیم ایکس بین در واقع سی تی و سی تی منهای ال. تو این حالت چی میشه؟ تو این حالت شما باید هر دو رو قرینه بکنید، بنابراین ایکس منهای سی تی رو منفی میکنید، یعنی میشه ایکس به علاوه سی تی رو میکنید دو ال منهای اون، میشه فی دو ال منهای ایکس به علاوه سی تی به علاوه فی سی تی منهای ایکس. خب و همینطور الاخر. بعد ناحیه بعدی تو مثلا اینجا میشه ناحیه 5 میشه، که ناحیه 5 اینا نقاطی هن که شما وقتی این خط رو میکشین دو بار باید قرینه کنید، یه بار اینوری قرینه کنید یه بار هم اینوری قرینه کنید. دامنه این ناحیه 5 در واقع میشه چیزایی که اگه بخوایم تعمیم بدیم با استفاده از این، در واقع ایکس به علاوه سی تی از دو ال بین 2L و 3L در واقع میفته، یعنی X به علاوه CT، یعنی Xتون بین 2L منهای CT و 3L منهای CT، و در این حال بین از این طرف هم دو تا قرینه باید انجام بده، یعنی X منهای CT منهای بین منفی 2L و 2L، یعنی Xتون بین منفی L منهای CT و منفی 2L منهای CT. خب این نقاط رو چه بلایی با سرشون بیاریم؟ تقریبا میشه حد زد شما باید این فی ایکس به علاوه سی تی رو با تعدادی قرینه کردن نسبت به صفر و ال بیارین تو بازه صفر و ال. خب مثلا وقتی ایکس به علاوه سی تی شما بین دو ال و سه ال، شما باید یه بار نسبت به ال قرینه کنید بعد یه بار نسبت به صفر. وقتی نسبت به ال قرینه میکنید میشه دو ال منهای اون، وقتی نسبت به صفر قرینه میکنید میشه اون میشه منفی. بنابراین اون قسمت x به علاوه سی تی میشه فی x به علاوه سی تی منهای دو ال. اون یکی چی میشه؟ x منهای سی تی چی میشه؟ x منهای سی تی تبدیل میشه به، چون اینجا شما دو بار باید قرینه بکنید، اونم یه بار نسبت به صفر دوباره یه بار نسبت به ال، x منهای سی تی هم بنابراین نسبت به صفر که قرینه میکنیم میشه سی تی منهای x، نسبت به ال قرینه میکنیم میشه دو ال منهای x منهای سی تی، بنابراین میشه فی دو ال منهای ایکس منهای سی تی. و وقتی میریم توی ناحیه های بعدی تعداد قرینه ها بیشتر و بیشتر میشه. اینجا ترکیبات خطی از خلاصه ال و ایکس منهای سی تی و ایکس به علاوه سی تی به دست میاد. به طور کلی تابع بی‌نهایت ضابطه ای میشه. ناحیه هاش البته از نظر هندسی تقریبا میتونیم بفهمیم چه شکلیه دیگه. با این خطوط در واقع میره بالا. و این در واقع این به عنوان مثال ناحیه‌ای که توی همین شکل در نظر گرفته بودیم، اگر این تقارن‌ها رو شما انجام بدین خواهید دید که جوابش بر حسب 4 ال منهای x منهای سی تی و x منهای سی تی به علاوه 2 ال در واقع به دست میاد. چرا؟ ما چون برای این یار برای این در واقع ضلع مثلث یه بار دو بار نسبت به این ضلع قرینه کردیم، اینجا و اینجا، یه بار هم نسبت به این ضلع، برای این یکی ضلع هم یه بار نسبت به این ضلع قرینه کردیم یه بار نسبت به این ضلع. این قرینه کردن ها رو وقتی بنویسیم در واقع به این ضابطه برای تابع میرسیم. حالا اگر ما قسمت انتگرالی رو هم میآوردیم تو کار، قسمت انتگرالی هم این قرینه کردن ها مثبت و منفیش میکنه و یه قسمتی در واقع با هم ساده میشه. اون قسمتی که با هم ساده میشه اینجا رو کتاب انجام داده. وقتی شما اون قسمت رو ساده بکنین دو تا تیکه باقی میمونه، دو تا انتگرال باقی میمونه که این دو تا هم با هم میشه یکی کرد، میشه یه همچین بازه ای. که این بازه همونطور که تو شکل توضیح دادیم در واقع متناظر با دقیقاً این بازه، این پاره خط هست در اینجا. و با عنوان مثال این میشه فرمول، بله بله، اینجا شکل ناحیه بندی ها رو کتاب دقیقاً گفته، یه جوره در واقع تر و تمیزی ناحیه بندی رو انجام داده که هر کدوم این عددها نشون دهنده این هست که شما، عدد اول نشون دهنده این هست که شما چند بار باید در واقع نسبت به که شما شعاع x منهای ct رو
چند بار باید قرینه کنین. اون یکی نشون دهنده این هست که x برابر c2 رو چند بار باید برای قرینه بکنید و با این نحوه در واقع ناحیه بندی خیلی راحت تر میشه توی هر کدوم از این ناحیه ها ضابطه تابع رو در واقع نوشت. خیلی خوب، این هم در واقع این بخش از کتاب بود. در پایان یه شبیه سازی هم از جوابهای معادله موج روی نیم خط و روی پاره خط میخواییم با هم ببینیم. من جهت یادآوری یه شبیه سازی از خود معادله موج روی خط نامتناهی از دو طرف رو در واقع اینجا به شما نشون میدم. اینجا تابع شرط اولیه‌مون به این صورت هست که یه تابع مثلثی هست و سرعت اولیه صفر هم قرار داده شده روی معادله. حالا ببینیم که در واقع موج به چه شکل تغییر میکنه. بله، این همون چیزی است که قبلا هم دیده بودیم، یعنی یک موج تجزیه میشه به دو موجی که یکی به سمت راست و یکی به سمت چپ با سرعت ثابت حرکت میکنه و اینا در واقع خارج میشن و به سمت بی‌نهایت میرن. چون دامنمون هم منفی بی‌نهایت تا بی‌نهایت هست، این جواب تا بی‌نهایت در واقع به همین حرکت خودش ادامه میده. حالا بیایم روی نیم خط در واقع روی بازه صفر تا بی‌نهایت. من شبیه سازی رو کاملا بر اساس فرمول خود فرمولی که به دست آوردیم خودمون در واقع انجام دادم. این که تعریف تابع مثلثی اولیه‌مون هست، اینجا تعریف اون گسترش فرد تابع هست. ببینید، دقت کنید، حالا یکم هم با در واقع زبان برنامه‌نویسی پایتون اگر آشنا نیستید آشنا بشید خوبه. تابع رو به این صورت تعریف کردیم. این لمدا نماد تعریف تابع هست. داریم میگیم تابعی از x هست که اگر x بزرگتر از صفر بود همون فی x، در غیر این صورت منفی فی منفی x که این همون گسترش فرد تابعه. و بعدش هم اینجا جواب رو تعریف کردیم، یه دوم فی آد x به علاوه سی تی، یه دوم فی آد x منهای سی تی. همونطور گفتم برای سادگی ما سای رو صفر فرض کردیم تو این شبیه سازی، در نتیجه جمله سای و اون جمله انتگرالی وجود نداره. این بنابراین شرط اولیه هست. حالا ببینیم با گذر زمان چه اتفاقی برای این موج میفته. بله، به دو موج تفکیک شد. آها، اون موجی که به مرز صفر رسید همونطور که انتظار داشتیم انعکاس پیدا کرد و بعدش با سرعت ثابت به سمت راست حرکت کرد و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. یعنی این هر دو موج دیگه میرن تا بی نهایت. بنابراین یه بار دیگه اگه بخوایم ببینیم، همچنان به دو موج تفکیک میشه این جواب و بعد اولش موج سمت چپ به سمت چپ حرکت میکنه، وقتی میرسه به صفر منعکس میشه و برمیگرده و به سمت راست حرکت میکنه. اون لحظاتی که این موج به صفر برمیگرده رو هم با دقت بیشتر نگاه کنیم، گام به گام ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا اینطور تصور کنید که این موج داره با موجی قرینه خودش جمع میشه. در یک لحظه این موج و قرینه خودش نصفش و قرینه خودش همدیگر رو خنثی میکنن و شما اینجا هیچ اثری نمیبینید. ولی لحظاتی بعد به تدریج یه موج دیگه از اون پایین ظاهر میشه و شروع به حرکت میکنه و در واقع با سرعت ثابت به سمت راست حرکت میکنه. خب، این هم در واقع شبیه سازی از معادله موج روی نیم خط بود. و حالا شبیه سازی از معادله موج روی پاره خط. اینجا پاره خط موج پاره خط محدود هست و همونطور که توی کد مشاهده میکنید، اول من گسترش فرد تابع رو انجام دادم و در این دستور هم به صورت تناوبی با تناوب دوئل تابع رو گسترش دادم، همون نحوه گسترشی که در واقع توی درس داشتیم. حالا ببینیم جواب چطور رفتار میکنه. انتظار داریم چی بشه؟ انتظار داریم این موج به دو قسمت تفکیک بشه، یکی به سمت چپ یکی به سمت راست. اونی که به سمت چپ میره بره تا برسه به صفر، تو صفر منعکس بشه برگرده. اونی هم که به سمت راست میره برسه به انتهای بازه که اینجا 15 هست و بعد منعکس شه برگرده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. بله، دقیقا همونطور که انتظار داشتیم.
این موج تفکیک میشه به دو تا موج، هر موج به یه سمت حرکت میکنه، اینا وقتی به انتهای بازه میرسن منعکس میشن، هم جهت حرکتشون تغییر میکنه و هم مثبت تبدیل منفی میشه، منفی تبدیل مثبت. یعنی اینکه دامنه موج هم اگه بالا بوده پایین میشه، پایین بوده بالا میشه. و بعد به لحظاتی که این دوتا موج به هم میرسن دقت بکنید، این دوتا در واقع با هم جمع میشن، این دوتا موج با سرعت کمتر این لحظه برهمنهی موجها رو نگاه بکنیم، اینا روی هم قرار میگیرن، همدیگر رو تشدید میکنن و بعد دوباره از هم جدا میشن بدون اینکه هیچ تداخلی توی همدیگه ایجاد کنن، کاملا از روی هم به راحتی رد میشن. ممکنه اینطور به نظر بیاد که وقتی اینا به هم برخورد میکنن در واقع منعکس میشن، یعنی هر کدوم جهتشون برعکس میشه، ولی اینطور نیست. وقتی اینا به هم میرسن بدون هیچ مشکلی از روی همدیگه رد میشن، یعنی اون موجی که به سمت راست حرکت میکرده همچنان به مسیر خودش ادامه میده، اونی هم که به سمت چپ حرکت میکرده به سمت چپ به مسیر خودش ادامه میده. بله، به این صورت در واقع این توی این شبیه سازی هم ویژگی انتشار معادله موج مشاهده میشه و هم در واقع ویژگی انعکاس موج در نقاط مرزی، در حالی که اگر در واقع ما به جای موج اولیه که موج مثلثی در نظر گرفتیم، شاید یه مثلا موج دلخواه دیگه در نظر می گرفتیم، به این وضوح در واقع این انعکاس رو مشاهده نمی کردیم. یه نمونه از این ببینیم. توی این شبیه سازی من وضعیت اولیه موج رو همچین تابعی گرفتم که اگر ضابطهش رو بخواییم بدونید دقیقا هست در واقع x2 ضرب در x منهای l به توان 2. اینجا بازه رو l رو 15 گرفتم، یعنی بازه 0 تا 15 و حالا تقسیم بر 3500 هم کردم که رنجش توی بازه 0 و 1 بیفته، ولی همچین شکلی داره موج اولش. حالا ببینیم با گذر زمان چه اتفاقی میفته. بله، همونطور که میبینید در واقع این موج توش ما حالت موجهای چپ رونده و راست رونده رو نمیبینیم، ولی در واقع از اونجایی که ما اصلا نحوه تعریف تابعمون به صورت جمع موج چپ رونده و راست رونده است، مطمئنیم که این جمع دوتا موجه، ولی به نحوی این دوتا جمعشون انجام شده که ما نمیبینیم حرکت این موجها رو و در عوض یک حالت بیشتر حالت یک ریسمانی رو داره که کشیده شده و رها شده. چیزی ما حرکتی به سمت چپ و راست تو این مشاهده نمی کنیم. همینطور اون انعکاسی که توی مثال قبل در واقع داشتیم اینجا مشاهده نمی کنیم. در حالی که این جواب هم مثل همون جوابه. یعنی اگر ما بتونیم اون دوتا موج چپ رونده و راست رونده رو تفکیک بکنیم و جدا اونا رو ببینیم، اینا حرکتشون به سمت چپ و راست تو این در واقع دیده میشه. یه مثال دیگه هم ببینیم. بله، این دفعه شرط اولیه رو تابعی شبیه این گرفتیم. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. بله، این دفعه حداقل در ظاهر به نظر میاد ریسمان حالت به حالت اوریب داره حرکت میکنه، ولی دو تا نکته. اولا جابجایی ها از اول در مدل معادله موج جابجایی های عمودی بوده، یعنی در نظر داشته باشین که هر نقطه فقط داره بالا و پایین میره. خب دوما همچنان در زیر این موج دو تا موج هستن که داره یکی به سمت چپ و یکی به سمت راست حرکت میکنه و از برهمنهی اینا یا برایند این دو تا موجه که ما همچین تصویر رو مشاهده میکنیم. حالا یه تمرین خوب اینه که سعی کنین تصور کنین اون دو تا موج چطوری حرکت میکنن و چطور برایندشون در واقع همچین حرکتی رو داره به ما نشون میده. خب اگه خودتون در واقع این شبیه سازی رو کدش رو بنویسین، میتونین باش خیلی مثالای دیگه ای رو در واقع چک بکنین و من تشویقتون میکنم این کار رو بکنین، چون اصولا برای یادگیری و فهم بهتر
معادلات دیفرانسیل به طور کلی و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به طور خاص راهی نیست جز اینکه آدم هم از تصورش و تجسم هندسیش استفاده بکنه و هم از ابزارهای شبیه‌سازی کامپیوتری و محاسبات کامپیوتری. و حتما در واقع من توصیه میکنم که شما سعی کنید این کار رو انجام بدین. ما قسمتی از درسمون به احتمال زیاد در آینده راجع به روش‌های حل عددی در واقع پی دی ها هم خواهد بود که اونجا بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. تا جلسه بعد خسته نباشید.